السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و شاگردان عزیز و دوست داشتنی، خوشحال هستم که باز هم در خدمت قرار دارم با ارائه درس 24 از کتاب فیزیک صنف نهمتان. امیدوارم تا پایان برنامه مرا همراهی بکنید. شاگردک عزیز و دوست داشتنی، موضوع درس امروزی ما اندازه گیری تفاوت پتانسیل برقی یا پتانسیل برقی هست و اهداف ما، اهدافی که در اینجا دنبال میکنیم ایست که با آلی به نام ولت متر که اندازه گیری تفاوت پتانسیل توسطش اجرا میکنیم او را آشنا شوین و که این تفاوت پتانسیل یا این ولت متر با یک دوره برقی چگونه بسته میشه با او آشنایی پیدا بکنین و مهارت زیر کسب بکنین که بتانین ولتیج یا تفاوت پتانسیل یک دوره توسط ولت متر اندازه گیری کنین. این ظرفیت باید پیدا بکنین. خوش شاگردک عزیز و دوست داشتنی، قبل از اینکه وارد بحث امروزی خود شویم یک مروری از درس گذشته داشته می باشیم، چون موضوع ما تفاوت پتانسیل بود در روز قبل و گفتیم تفاوت پتانسیل بزرگترین عامل است که در هر دوره برقی اگر تفاوت پتانسیل نباشد جریان به وجود نمیاد و تفاوت پتانسیل گفتیم که فرق انرژی الکترونی بین دو قطب است یا بین دو نقطه یک هادی یا بین دو انجام یک هادی را به نام چی یاد میکنن؟ تفاوت پتانسیل برقی یاد میکنن که تفاوت پتانسیل برقی اگر وجود نداشته باشد جریان به وجود نمیاد. طور مثال اگر شما متوجه باشین که بالتی ها را وقتی که میبینین در دو انجامش نوشته است یک جای قطب مثبت یک جای نوشته است که قطب منفی، قسمت پایین نوشته است منفی و قسمت بالا نوشته است مثبت، که اینمی علامت مثبت منفی نشان دهنده تفاوت پتانسیل است. زمانی که میگیم بالتی دارای چند ولت است میگن 1.5 ولت، بیتری دارای چند ولت است میگیم 12 ولت. اینمی 12 ولت خودش تفاوت انرژی را بین قطب مثبت و منفی نشان میده. هرگاه تفاوت پتانسیل وجود نداشته باشه جریان به وجود نمیاد. خوش شاگردک عزیز، فعالیتی که در صفحه 41 کتاب دادم بردان داده بودم، چون بستکاری یک دوره برقی با در نظر داشت تفاوت پتانسیل بود یا منبع برقی را، من امیدوار هستم که فعالیت اجرا کرده باشین. اما میایم در باره یک سوالی که در صفحه 42 کتاب دادم پرسیده بود از شما که چرا برق بیتری انسان را تکان نمیده و برق شهری انسان ها را تکان میده. این یک فعالیت است. خب آیا در این مورد فکر کردین؟ من متأخر هستم که حتما در مورد فکر کردین و شاید هم پاسخش را دریافت کرده باشین، اما خلاص ما در موردش میخوایم که نظر بتمی که چرا برق بیتری آدم نمیگیره و چرا برق شهری آدم میگیره. ما اول میگیم یک تفاوت ولتاژی را بینشان مقایسه میکنیم، چون تفاوت پتانسیل بیتری 1.5 ولت و از بیتری ها 12 ولت، از بالتی 1.5 ولت است، اما برق شهری ما 220 ولت است. پس میگیم هرگاه ولتاژ یا تفاوت پتانسیل یک منبع برقی زیاد باشه انسان تکان میده، هرگاه تفاوت پتانسیلش کم باشه یعنی 12 ولت و از 12 ولت کوچکتر باشه انسان تکان نمیده، یعنی همقدر انرژی قوی نداره که از وجود انسان بگذره و باعث تکان دادن انسان شوه. پس چرا برق بیتری آدم نمیگیره؟ چون ولتاژش کم است. چرا برق شهری انسان را تکان میده؟ ولتاژ برقیش یا ولتاژ انرژیش زیاد است، تفاوت پتانسیل زیاد است. خب شاگردک عزیز و دوست داشتنی، میایم موضوع درس امروزی ما، چون تفاوت پتانسیل چگونه اندازه گیری میکنیم، اندازه گیری تفاوت پتانسیل است. قبل از اینکه بریم خود تفاوت پتانسیل اندازه گیری بکنیم، آیا شما کدام وقت فکر کردین، آیا متوجه شدین که یک بیتری را وقتی که چارج میکنین از بیتری چارج میارین و وسایل برقی را در او استفاده میکنین، تایپ تلویزیون، رادیو و یا گروپ، بعد از گذشت یک مدت زمان چیش کم میشه؟ آیا جریان دو کم میشه؟ چیش کم میشه؟ گروپ ضعیف میشه. وقتی گروپ ضعیف شد کدام حالت به وجود میاد؟ یا هم بالتی میرین میخرین میند یک رادیو میپرتین تا زمانی که بالتی چارج داره انرژی پتانسیلشون زیاد است رادیو خوب کار میده، زمانی که انرژی پتانسیل خود از دست داد پس در اینجا بالتی چی میشه؟ میگیم که بالتی چارج خود از دست داده و رادیو روشن نمیشه. پس ما میگیم
هر زمانی که در یک دوره برقی ما منبع برقی را مد نظر بگیریم، او حتما تفاوت پتانسیل داره، و زمانی که تفاوت پتانسیل از او را در دوره بسته میکنیم و دوره بسته میشه، جریان به وجود میاد. وقتی که جریان به وجود آمد، یک مقدار انرژی که به نام انرژی پتانسیل است در منبع برقی، او چی میشه؟ به مصرف میرسه. وقتی که به مصرف رسید، حتما علت به مصرف رسیدنش یا انرژی برقی تبدیل میشه به انرژی نوری، باعث روشن شدن گروپ میشه، یا باعث به صدا در آوردن رادیو و تیپ و تلویزیون میشه، و یا هم باعث و یا تبدیل شدن انرژی برقی به انرژی حرارتی میشه، یا بخاری روشن میکنه، یا یک وسیله دیگر روشن میکنه، یا در مسیر حرکتش که هادی باشه تبدیل میشه به انرژی حرارتی، سیم گرم میشه. خوشاگرده عزیز، پس میفهمیم که در مفاهیم فیزیکی در بخش برق، زمانی که ما از انرژی پتانسیل استفاده میکنیم، حتما این به مصرف میرسه. وقتی به مصرف رسید، با مرور زمان هر وسیله ای که انرژی پتانسیل ذخیره داشته باشه، طور مثال بالتی و بیتری، با مرور زمان انرژی خود از دست میده و میگیم که انرژی پتانسیل خود از دست داده. خب، و میگیم که اندازه‌گیری تفاوت پتانسیل، خود تفاوت پتانسیل توسط ولت، واحد اندازه گیریش ولت هست، واحد اندازه گیریش ولت هست، و آله اندازه گیری چیز؟ ای چیز واحد اندازه گیریست. مشکل میره خوبتر نوشته بکنم. واحد اندازه گیری تفاوت پتانسیل چیز؟ واحد اندازه گیری تفاوت پتانسیل چیز ولت است، که به انگلیسی به VOLT نشان میتنش ولت. و آله اندازه گیریش چی هست؟ آله ای که تفاوت پتانسیل توسطش در یک دوره برقی اندازه گیری میکنیم، به نام چی یاد میشه؟ ولت متر. ولت متر، خب، به نام ولت متر یاد میشه. و سمبولی که در ترسیمات، زمانی که به ما نشان میدن که در یک دوره ولت متر بسته کاری شده، در ترسیم سمبولش عیناً مثل امپیر متر که یک دایرگک بود، در او وی ای بود، امپیر متر نشان میداد، اما در چی نشان میکنیم؟ وی نوشته میکنیم. پس این سمبول نمایش بسته کاری ولت متر در یک دوره برقی است که ایره به ما نشان میده. شاگردان عزیز و دوست داشتنی، از خاطر که شما خوبتر و بهتر بفهمین تفاوت پتانسیل توسط چی اندازه گیری میشه، توسط آله به نام ولت متر اندازه گیری میشه، و واحد اندازه گیریش به نام ولت هست، و ولت متر با دوره های برقی، چون تفاوت انرژی برقی را بین دو نقطه هادی نشان میده، دو قطب نشان میده، پس نیاز است که ما ولت متر با دوره باید به کدام شکل بسته کنیم؟ به شکل موازی. ولت متر در هر قسمت دوره، وقتی که تفاوت پتانسیلش هم میخوایم پیدا بکنیم، به شکل موازی بسته میشه، یعنی قطب مثبت در قطب مثبت دوره و قطب منفی در قطب منفی دوره بسته میشه. اما ولت امپیر متر، ما روز قبل کار کردیم که هرگاه امپیر متر در یک دوره بسته شه، به شکل مسلسل بسته میشه. قطب مثبت ولت متر در منفی و منفی در مثبت به میشکل به شکل مسلسل بسته میشه. اما ولت متر به شکل چی بسته میشه؟ به شکل موازی. خوش شاگردکای عزیز، از خاطر که خوبتر و بهتری را بشناسید، میایم یک ولت متر داریم، این ولت متر براتون یک معرفی میکنیم، بعدا باز در دوره ای را بسته میکنیم. ولت متر میبینیم که دارای یک عقربه هست و در سطح تفاوت پتانسیل کار میکنه. وقتی که در یک دوره تفاوت پتانسیل وجود داشته باشه، این مقدار تفاوت پتانسیل نشان میده، و اینجا میبینیم قطب مثبت است و اینجا قطب منفی هست، که قطب مثبت و منفی ازی، پس این ظرفیت اندازه گیری تا 30 ولت داره، تا 30 ولت ولتاژ نشان داده میتونه، که اینجا میبینین علامت داره، این قطب منفی میگیم مثبت. هرگاه اگر و دیگر چیز دیگر رو متوجه باشین، اگر دقت کنین در قسمت پایین ولت متر نوشته است دی سی، یا خطک از زیر و در زیر با سمبول وی نمایش داده میشه ولت متر، و نویت ولت متر مشخص شده که دی سی است، ای سی نیست. خوش شاگردک عزیز، و دیگر داره قطب مثبت منفی است. هرگاه اگر بیایم ما ولت متر قطب مثبت منفی را در دوره اشتباه بسته بکنیم، به ما ولتاژ دوره نشان نمیده. و یا بیایم ولت متر که ظرفیت اعظمیش، کوچکترین ظرفیتش 0 ولت و اعظمی ترین ظرفیتش تا 30 ولت است، یا کوچکترین ظرفیتش تا منفی 30 ولت و
عظیمترین ظرفیت یا مثبتش به طرف مثبت 30 ولت ولتاژ نشان میده. هرگاه اگر بیایم توسط ولت متر ما ولتاژ یک دوره که ولتاژش قوی باشه زیادتر مثلا 30 ولت بالا باشه 220 ولت باشه یا 80 ولت یا 50 ولت یا 60 ولت باشه حتما این آله میسوزه. کوشش بکنیم که از وسایل اندازه‌گیری آلات برقی ولت متر، امپیر متر، اوم متر، وات متر شما در سرحد در حد استفاده بکنین که او ظرفیت اندازه‌گیری عموم مقدار ولتاژ داشته باشه، از او زیادتر نه و کمترش هم توانایی نشان دادنش باز نداره. هرگاه اگر ولتاژ ما از یک ولت کوچکتر می باشه ما از استفاده کردن میتونیم، باید بریم از مایکرو ولت متر یا میلی ولت متر از یا باید استفاده بکنید تا که مقدارهای ولتاژی که از یک ولت کوچکتر هستن رو نمایش بده. خوش شاگردک عزیز و نازنین، حال میم از خاطر که ای را خوبتر و بهتر بفهمیم ولت متر داریم با خود، ولت متر داریم، منبع برقی رو میاریم در اینجا، لاین برق رو میاریم اینجا، لاین برق، کلید قطع وصلی گپا رو میاریم و حال استفاده میکنیم از اینکه چگونه ای را در یک دوره بسته بکنیم و یک تا منبع برق هم میاریم، گروپ مای هولدر هم میاریم. خب میایم لاین بسته میکنیم، مواد مورد نیاز ما در تجربه لاین است، کلید قطع وصل است، کلید قطع وصل لابراتوری هست، ایره میبریم در اینجا، ایره میبریم در اینجا، ما دوره را بسته میکنیم، دوره برقی خواه بسته میکنیم. وقتی ایره که بسته کردیم میبینیم که تفاوت پتانسیل در اینجا وجود داره، از خاطر که ما تفاوت پتانسیل دوره را ثابت بکنیم چی مقدار تفاوت پتانسیل وجود داره، چون ما قبل از تجربه میفهمیم، چون این بالتی هایی که اینجا میبینین هر کدام 1.5 ولت تفاوت پتانسیل نشان میده، 1.5 ولت این قسمت است، اگر شما دقت بکنین 1.5 ولت ولتاژ نشان میده، درست است؟ مشاهده کردین؟ پس این بالتی 1.5 ولت است، 4 تا بالتی است، 1.5 ضرب 4 مساوی میشه به 6 ولت، پس ولتاژ مجموعی دوره باید 6 ولت باشه. اما از خاطر که این بالتی استفاده شده یک مدت زمان استفاده شده یک مقدار انرژی خود از دست داده، پس حال میبینیم که تفاوت پتانسیل چقدر هست. خب تفاوت پتانسیلش چقدر است؟ مثبت در مثبت میزنیم، منفی را در منفی، این را بسته میکنیم، میبینیم که 3 ولت شامل است، چون فرق بین 3 و 6 ولت چند خط است، یا فرق بین 0 و 3 ده، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 خط است، پس 8 چند میشه؟ تقریبا هر کدامش میشه 2.5 ولت. خب میایم 3 را تقسیم چند بکنیم؟ تقسیم 8، خب شاگردک عزیز از خاطر که دقت آله کم هست، آله اندازه گیری که اینجا داریم، خب تجربه رو بسته میکنیم، میبینیم که چی مقدار ولتاژ نشان میده، فرق بین 3 و 6 6 خط است، 1, 2, 3, 4, 5, 6 هر خط 0.5 ولت است، چون دو خط 0.3 3 ولت داریم و دیگه شون میشه 4 ولت. تفاوت بین 3 ولت و 6 ولت، یک خط، دو خط، سه خط، چهار خط، پنج خط، شش خط است. وقتی که شش خط است، چون شش اک تقسیم شش بکنیم مساوی میشه به چند؟ یک. وقتی که شش تقسیم شش شد مساوی میشه به یک، وقتی که مساوی به یک شد پس اینی هر خط ما مساوی چند میشه؟ هر خط ما مساوی میشه به 0.5، چون یک ای 3 ولت داریم، ای 3 ولت داریم، پس یعنی 6 ضرب از ایش بازم میشه مساوی میشه به چند؟ 0.5 ضرب 6 مساوی میشه به 3، مساوی میشه به چند؟ 3. و
وقتی که مساوی شد به 3 ولت، پس 3 جمع 3 مساوی میشه به 6. پس میگیم هر خط 0.0 0.5 است، یعنی نیم ولت است. پس عقربک بالای خط دوم است، بالای از اینی خط منطبق است عقربک که ولت متر، پس 3 ولت داریم، پس 2 ولت مساوی میشه به 0.5 ضرب 2 بکنیم یا جمع 0.5 مساوی میشه به چند؟ مساوی میشه به 1. وقتی مساوی به 1 ولت شد جمع میکنیم مساوی میشه به چند؟ 4 ولت. پس ولتاژی که در اینجا نشان میده چند است؟ 4 ولت ولتاژ در دوره وجود داره. حالا میگیم که امپیر متر با دوره ما باید چه رقم بسته بکنم؟ امپیر متر با دوره باید با کدام سیستم بسته شوه؟ خب امپیر متر با دوره به شکل مسلسل بسته کاری میشد، روز قبل خواندیم. اما ولت متر را میاریم به شکل چی بسته میکنیم؟ موازی. ولت متر به شکل چی بسته میکنیم؟ موازی، یعنی خود به مثبت با مثبت بسته میشه، خود به مثبت با مثبت بسته کاری میکنیم و خود به منفی را با منفی بسته کاری میکنیم. این میشه بسته کاری به شکل چی؟ موازی. خب حالا وقتی گیره بسته میکنیم، چون لاین هم اینجا زیاد شد و خود ولت متر هم یک مقدار برق مصرف میکنه، پس حالا میبینیم که ولتاژ کمتر نشان میده. 0.5 1 2 3 4 5 5 خط است. 0.05 ضرب 0.05 ضرب 5 مساوی میشه 2.5. مساوی میشه به چند؟ 2.5 خط، 2.5 ولت. پس فعلا در دوره چی مقدار تفاوت پتانسیل وجود داره؟ 2.5 ولت. 2.5 ولت ولتاژ در دوره چی است؟ وجود داره. خب شاگردان عزیز، امیدوار هستم که شما این را فهمیده باشین که ولت متر از جمله آلات اندازه گیری است که در دوره های برقی به شکل موازی بسته کاری میشه و مسئولیتش نشان دادن تفاوت پتانسیل دوره برقی هست. شما عملا مشاهده کردین که ولتیا هر کدامش 1.5 ولت است. زمانی که 1.5 ولت به شکل مسلسل بسته شد، ولتاژشان جمع میشه مساوی میشه به 6 ولت. اما دیدین که ولت متر بدون از اینکه در دوره بسته شوه، ولتی را وقتی که ولتاژ محاسبه کردیم به ما نشان داد چند ولت؟ ولتاژ نشان داد، یعنی بازم یک دفعه چکش میکنیم، خیر است، یک دفعه ایره بازم یک چک میکنیم که چقدر ولتاژ به ما نشان میده، چون لاین کم میکنیم. دیدیم 4 ولت نشان داد، یعنی 3 ولت چامبر بود و 4 ولت، 4 ولت ولتاژ نشان داد. زمانی که گروه بدری بسته کردیم، مقاومت بسته کردیم تا یک کار برقی را اجرا کنه یا دوره بسته شد، جریان به وجود بیاد، دیدیم جریان به وجود آمد، گروه روشن شد. وقتی گروه روشن شد، در اینجا بازم ولت متر با دوره بسته کاری کردیم، دیدیم که ولت متر با دوره باید به شکل چی بسته شود؟ به شکل مسلسل موازی بسته شود، چون ما تفاوت پتانسیل بین این نقطه و این نقطه پیدا میکنیم، قطب مثبت و قطب منفی پیدا میکردیم. پس باید ولت متر با دوره به شکل موازی بسته کاری شد و دیدیم که ولتاژش چقدر نشان داد، چون یک مقدار لاین همینجا مقاومت داره و خود گروپ هم یک مقدار انرژی برقی را به مصرف میرسانه. پس ولتاژی را که به ما نشان داد ولت متر 2.5 ولت بود. پس به این نتیجه میرسیم که تفاوت پتانسیل واحد اندازه گیریش، تفاوت پتانسیل توسط آله به نام ولت متر اندازه گیری میشه و ولت متر هم انواع مختلف داره، ظرفیت های مختلف دارن و در کل ولت متر از نظر جریان دی سی استن و ای سی استن. ولت مترایی که از خاطر جریان های دی سی به کار میره او را به ای سی استفاده نکنین، ولت مترایی که از خاطر ولتاژ های ای سی به کار میره او را به دی سی استفاده نکنین، چون باعث تخریبشان میشه و خراب میشن. و ولت متر گفتیم در دوره ها به شکل موازی بسته کاری میشه، خود به مثبت در مثبت و منفی در منفی بسته کاری میشه نظر به هر مقاومتی که محاسبه میکنیم. و دیگه اومدیم که خود ولت متر آلی است که به ما تفاوت پتانسیل بین قطب مثبت و منفی، یک منبع برقی چی بالتی باشه، چی بیدری باشه، چی هم ترانسفورمر و دیگه وسایل برقی باشه نشان میده. موضوع درس امروزی ما شاگردک های عزیز ما چی بود؟
اندازه گیری تفاوت پتانسیل برقی بود که کار کردیم. اولا در یک دوره برقی تفاوت پتانسیل کار کردیم، توسط آله اندازه گیری به نام ولت متر کار شد و درس خود را به میجا به پایان میرسانیم. و فعالیتی که در صفحه 43 کتابتان است، دو فعالیت، هر دو فعالیت به شمول فکر کنید کلش کار خانگیتان شما این کار بکنید، یک ولت متر از مکتبتان و یا هم میتونید از دیگه وسایل و یا هم میتونید از وسایل برقی که فروشگاه وسایل برقی جو میتونید یک ولت متر ساده را پیدا بکنین، برین بیتری موتر و یا بیتری که در سولار استفاده میکنین ولتاژ پیدا بکنین، او را در دوره هایی که در اینجا هستی دوره ها را شما ببینید، که دوره های برقی را با دقت ببینید و بگید که کدام آلات اندازه گیری در دوره های برقی صحیح و کدام آن غلط وضع شده است. در اینجا در دوره برقی که شما میبینید چهار دوره را داد، الف بی جیم دال، که در دو دوره امپیر متر بسته کاری است و در دو دوره ولت متر. ببین کدام دوره درست بسته کاری شده، کدامش اشتباه. و بعدا در مورد متنی که به نام فکر کنید از دو سوال طرح شده، در این مورد هم شما مطالعه بکنین، فکر بکنین و چی برداشتی که دارین برداشتتون رو با من شریک کنین. شاگردک عزیز و دوست داشتنی من، درس خود همینجا به پایان میرسونیم. تا دیدار بعد، خدا حافظ و نگهدارتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.